Hallo Leute, hallo Freunde, guten Tag, wie geht es Ihnen? Gut, Gott sei Dank, dass es Ihnen gut geht. در این درس من میخوام به شما یه سری جملات رو آموزش بدم که تو زبان تو روزمره زیاد میشنوید و خیلی کاربرد داره. و اولین چیزی که خیلی از این کلمات رو میدونید، قبلا کار کردید، ولی خب ما باز تکرار میکنیم و یه سری چیزهای جدید هم هست مسلما. خب وی هایسن زی یعنی چی میدونید دیگه، درس های اول داشتیم. ایش هایس فلانی یعنی اسمتون چیه، یا از نظر لغوی چطور نامیده میشید شما. زی هم بزرگ نوشتم، اگه دقت کنید شما چطور نامیده میشید. ایش هایس فلانی اسم من مثلا اینه. خب اگه از دوستتون میخواید بپرسید وی هایست، کسی که میشناسیدش خوب، دو این فرمال، اونم میگه ایش هایس فلانی. خب اینم دو تا اس هست قاعدتا اینجا، چون این ای هست، این ای هست، مثل ایران، ایران ای. خب آی تو آلمانی این دوتا آی رو تشکیل میدن، ای و ای و ای، هر دو مثل فارسی خونده میشن، این ای هست، این ای هست، این دوتا حرف صدای آی میده، های هایسن. خب بنابراین چون این دوتا یه صدای بلند داره، حالا این دوتا این اسش رو اینجوری مینویسن، حالا اگه ندارید اینجوری بنویسید، ولی درستش قاعدتا اینه فعلا با توجه به قانون جدید. خب وی هایسن زی ایش هایس فلانی، وی هایس دو ایش هایس فلانی. خب حالا یه چیزی که میخوام بهتون یاد بدم، این به معنی چطور نامیده میشید شما، خب از نظر لغوی، ولی منظور اینه که اسمتون چیه. من میتونید حتی بگید اسمتون چیه، شما میتونید بگید اسمتون چیه. خب تو آلمانی نمیگن اسمتون چیه، میگن اسمتون چطوریه. خب چطوری، چطوری میشه چی؟ وی داشتیم، وی وی چطور، یعنی در از چی. خب هست، چطور هست، ایر نامه. خب یعنی اسمتون چیه. خب این از نظر لغوی هم به فارسی شبیه میشه، ولی این چطور نامیده میشید هست، این اسمتون چیه، هر دو هم یکیه، هیچ فرق نمیکنه. این یه مقدار فرمال تره، وی ایست ایر نامه. خب حالا یه سوال من دارم، مگه ما نگفتیم ایغه یعنی شما، اسم شما یا اسم تون، تون یا شما، مگه نامه به ای خط نشده، مگه نگفتیم عین و ماین و اینا ای میگیرن، ضمایر ملکی ای میگیرن، مثلا چرا نشده ایغه نامه. آها، چون با این که نامه به ای خط میشه، ولی یه اسم مذکر یا ماسکولین هست، در نامه. خب با این که به ای خط شده، یه چند تا اسم هست با این که به ای خط میشن، ولی آرتیکلشون در هست، در نامه، بنابراین این هیچی نمیگیره، همونجور که میدونستیم. خب هیچی نمیگیره، همونجور که توضیح داده بودیم قبلا، وی ایست ایغ ایغ نامه. خب به جای ایش هایسن میتونید بگید ماین نامه ایست فلانی. خب ماین، ببینید اینجا ماین هیچی نگرفت دیگه، نمیگی ماینه، چرا؟ چون نامه یه کلمه مذکر هست، نمیگی ماینه. خب ماین نامه ایست فلانی. خب اینم یه روش دیگه است که میتونید مثلا بگید اسم شما چیه. این مثلا یه وعده ملاقات دارید با یه نفر، مثلا تلفنی میزنید، یارو میپرسه وی ایست ایغ نامه، خب نمیگید وی هایسن زی، یه مقدار میشه گفت فرمال تر یا رسمی تره. خب ولی هر دو رو میشه به جای همدیگه به کار برد. وی هایست دو رو میگم چی، مثلا شما بگید اینو وی ایست داین نامه، وی ایست داین نامه، اسم تو چیه، اسمت چیه. خب یا چطوره، در اصل ما میگیم چطوره، نمیگیم چیه. خب اینجا هم باز میگید مای نام ایست فلانی. بنابراین دو روش الان پیدا کردید که میتونید بگید اسم اون چیه، یا بپرسید اسم یه نفر چی هست. خب یه سوال من دارم، چرا نامه رو من بزرگ مینویسم اینجا؟ دقیقا چون یه اسم هست، اسما رو همیشه بزرگ مینویسیم، مهم نیست که اول جمله باشن یا وسط جمله یا آخر جمله، همیشه بزرگ مینویسیم. خب
بریم سراغ چیز بعدی، وای کومنزی. خب اینا رو ما داشتیم قبلا دیگه، من زیاد توضیح نمیدم. یعنی چی؟ یعنی از کجا میایید. وو یعنی کجا، وه یعنی از کجا، این معنی از میده. وای کومنزی از کجا میایید، یا وو کومس تو، وای کومس تو، وای کومس دو از کجا میای. خب جواب هر دو هم ایش کوم اوس دم ایران مثلا. خب این قبلنا توضیح دادم همه رو، درسای اول بوده ولی باز میگم. وه کومنزی میتونید بگید وو کومس تو هر، یعنی هر رو از اینجا بردارید. خب بردارید بیا بذارید اینجا، بذارید آخر، یعنی این به حساب جداش کنید. وو کومنزی هر. خب ولی اینجوری بهتره، اینجوری وه کومنزی راحت تر، ممکن راحت تر باشه براتون. خب وای کومنزی ایش کومه، ایش کومه ای داره، پس اینجا زی بود، این هیچ تغییری نکرد. اوستم ایران، اوس یعنی از بچه ها. یه از دیگه هم داریم، فون هست تو آلمانی. خب حالا اینو بعدن میگم فرقشونو. اوس یعنی از، چرا گفتیم دم ایران؟ چون ما اینجا اوس داریم و ایران هم در ایران هست، ایران از اون چیزایی هست که مذکره در. خب درش تبدیل میشه به دم بچه ها، چون بعد از اوس اومده، برابری میگین اوس دم ایران. خب خیلی ها میگن اوس ایران، نمیگن اوس دم ایران، ولی گراماتیکی از نظر گراماتیک اوس دم ایران درسته. خب اوس دم ایران، بعضی چون نکته گراماتیکی و نکته گرامری رو نمیدونن میان چی میگن، میگن اوس ایران. خب وو کومس تو ایش کومه اوس دویچلند، ایش کومه aus deutsch, ich komme aus deutschland. من از آلمان میام. خب aus میگه آلمان دیگه، آرتیکل نمیخواد واسش بذاریم، فقط ایران بود که در داشت میشد دم. خب aus deutschland از آلمان. خب بریم سراغ بعدی. wie alt sind sie, wie alt زیند زی، چند سالتون هست. از نظر لغوی چطور پیر، وی آلت یعنی چطور پیر هستید شما، چند سالتون هست. ایش بین دغایسیش یاغ آلت، من 30 سالمه، من هستم 30 سال، 30 سالها، یاغ یعنی سال، داس یاغ ای گرفته شده سالها، چون ما داریم واسه 30 میگیم، 30 سالها پیر، من هستم 30 سالها پیر. خب این معنی نمیده ولی از نظر لغوی اینجوریه معنیش، ولی معنیش اینه که چند سال، من 30 سالمه. وی آلت زین زی، وی آلت بیس دو، چند سالت هست، تو چند سالته. ایش بین سوانسیش سون بایش بیل مثلا یاغ آلت. خب اینم از این، رو قبلا چون داشتیم من دیگه سریتر میرم. بعدی رو میخوام بگم بهتون، وو زین زی گبورن، وو زین زی کجا، زین هستید شما، گبورن 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 یعنی متولد کجا هستید، کجا هستید شما متولد شده. گبورن یعنی متولد شده، یعنی متولد شده کجا هستید. خب متولد شده کجا هستید. خب ایش بین ایم ایران گبورن، گبورن گبورن، غ این غ تلفظ میشه، ذره ر هم اگه گفتید اشکال نداره ولی غ بگید. وزنزی گبورن، گبورن ایش بین ایم ایران گبورن، ایمو نمیخواد بزرگ بنویسید. چرا گفتم ایم ایران، چرا نمیگم این ایران بچا؟ مگه نگفتیم ایران مزک چیز مذکره، در ایران هست. خب بعد از اوس درش شد دم. خب اینم اینجا هم در هست، در ایران درش میشه دم. خب دی ایشو دیگه حس میکنیم، میایم به جای انش امو میذاریم. خب پس ایم در اصل مخفف شده یا فشرده شده این دم هست. خب این دم ایران شده ایم ایران. خب چون اینجا ما کلم این داریم، بعضی از حروف اضافه هستن تغییر توی چیز، توی جنسیت اسامی ایجاد میکنن، یکی از اونها اوس هست،
یعنی هر اسمی که باشه بیاد مذکر هم باشه درشو دره دیگه، مذکر درشو میکنه دم. خب درشو میکنه دم، یا مثل یه تابه هست، هر چی بیدی خوردش مذکر رو میکنه دم، مؤنث رو میکنه جالبه، مؤنث رو میکنه مذکر، خیلی جالبه، حالا بعدا برات توضیح میدم. خب این حالا فعلا وقت ما، خب وقت ما داره به پایان میرسه، تا درس من ادامه میدم اینو، تا فعلا چیست.